عمل موفقانه قوای مقاومت در بدخشان. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. رزاق مامون در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: عمل موفقانه قوای مقاومت در بدخشان. با گزارش منبع موثق، نیروهای جبهه مقاومت ملی در اشکاشم بدخشان اسلحه‌گاه بزرگ طالبان را منفجر کرده اند. هسته های مقاومت در آن منطقه به شدت در حالت گسترش است. در همین حال، به نقل از صفحه رسمی 8 صبح کابل، عدم تطبیق لایحه جدید حکومت سرپرست طالبان. دو ماه معاش کارمندان دولتی تا 5 روز آینده پرداخت می شود. بر اساس لایحه جدید حکومت سرپرست طالبان قرار بود از تاریخ 29 عقرب سال روان به این سو معاشات 3 ماه اخیر کارمندان حکومت به صورت یک جایی پرداخت شود. اما به گفته برخی از کارمندان حکومتی تا کنون معاشاتشان پرداخت نشده است. در همین حال وزارت مالیه حکومت سرپرست طالبان می گوید که پرداخت معاشات ماهای سنبله و میزان کارمندان برخی از ادارات دولتی را حدود یک هفته پیش شروع کرده اند و قرار است این روند تا 25 قوس تکمیل شود. فضل احمد حق پرست حدود 10 سال می شود که در ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا راننده است. حق پرست در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که از حدود 5 ماه به این سو معاشش را دریافت نکرده است و به دلیل نبود پول خواهرش را که با بیماری شدید دست و پنجه نرم می کند به شفاخانه برده نتوانسته است. وی افزود: حدود 5 ماه می شود که به شمول من کارمندان 18 کلینیک صحی در کاپیسا معاش دریافت نکرده ام. خواهرم 4 سال می شود که به یک بیماری مبتلا است، اما از 2 ماه به این سو به دلیل نبود دوا بیماریش بیشتر شده است. ما خوشحال بودیم که معاش 3 ماهه ما یک جا پرداخته می شود. تا یک مقدارش را بالای خواهرم مصرف می کردم و مقدار دیگرش را به 5 عضو فامیلم مواد خوراکه خریداری می کردم. تا هنوز از پرداخت معاشات ما خبری نیست. نعمت الله نوری کارمند یکی از ادارات دولتی ولایت پروان حدود 4 ماه می شود که معاش دریافت نکرده است و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. وی می گوید 3 سال می شود که وظیفه اجرا می کنم. معاشات کارمندان با این رتبه با آن که فقط بخور و نمیر است، اما آن را هم از ماه سنبله سال جاری تا هنوز دریافت نکرده ایم و همه روزه به خاطر رفتن به وظیفه پول قرض می گیریم. در همین حال شماری از کارمندان حکومت محلی در ولایت پنجشیر هم که از چند ماه به این سو معاش دریافت نکرده اند از وضعیت بد اقتصادی شاکی اند. ثمرالدین عزیزی یکی از ماموران ملکی ولایت پنجشیر که خانواده 8 نفری دارد در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که از آغاز تسلط طالبان تا کنون بیش از 50,000 افغانی قرضدار شده است. در همین حال احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست طالبان در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت از روز شنبه 13 قوس
پرداخت معاشات کارمندان دولتی را وزارت مالیه آغاز کرده و کوشش می کند که تا 25 قوس معاش تمام کارمندان دولتی را پرداخت کند. آقای حقمل افزود که در مرحله اول تلاش دارند معاشات ماهای سنبله و میزان کارمندان دولتی را بپردازند. سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست طالبان در حال از پرداخت معاشات دو ماهه کارمندان دولتی سخن میزند که بر بنیاد یک لایحه جدید که از سوی محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان تایید و در 29 ماه عقرب اعلام شد. قرار بود حقوق 3 ماه اخیر کارمندان حکومت به گونه یک جایی پرداخت شود. از زمان سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، کارمندان دولتی پیوسته خواستار پرداخت معاشاتشان شده و اعتراضات را نیز راه اندازی کرده اند. اما از آن زمان تا کنون طالبان تنها معاش ماه اسد تعدادی از ادارات و آموزگاران در برخی از ولایت را پرداخت کرده اند. در همین حال به نقل از خبرگزاری خامه پرس، سخنگوی طالبان در یک اظهارات بی پیشینه می گوید حکومت پاکستان اسلامی نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک اظهارات بی پیشینه گفته است که سیستم حکومتی پاکستان اسلامی نیست و دین اسلام برای مقامات این کشور هیچ اهمیتی ندارد. آقای مجاهد در گفتگو با رادیو آزادی گفته است که سیاست دولت مردان پاکستان شبیه مقام‌های پیشین حکومت افغانستان است که برایشان فقط مادیات مهم است نه اسلام. این نخستین اظهارات یک مقام طالبان در خصوص نوع نظام پاکستان است، کشوری که روابط نزدیکی با طالبان دارد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید که زنگ آگاهی را فشار دهید.